مثلا در یک مکتب قاهره ساختن جواهرات ساخت دست را به شاگردان آموزش میدن تا شیوه طراح مشهور مصری به نام آزافهمی را حفظ کرده و این مهارت صنعت دست به نسل های جوان ترویج یابد. جواهرات این طراح در بازارهای سراسر جهان به فروش می رسد، اما در این مکتب شاگردان این منطقه را آموزش می دهند. شاگردان با نقره، طلا، سنگ های قیمتی و لوازمی که برای ساختن این صنعت ضرورت است مهارت ها را آموخته و از سوی مسئولین تشویق می شوند. پاکستان علی اکبر را با کارگاه ندافیش در حومه اسلام آباد همه میشناسند که او در ایام پاییز در شهرها، روستاها و جاده ها برای ندافی می رود. فصل پاییز زمان است که همه خانواده ها با ساختن لوازم زمستانی شامل لحاف، دوشک و زمایم آن برای فصل زمستان آمادگی می گیرند. یکی از کارهای علی اکبر این است که در کوچه ها صدا زده و خانواده ها را باخبر می سازد. مردم از این کار و کسب وی راضی اند، زیرا با یک هزینه کم می توانند وسایل مورد نیاز خود را فراهم سازند. امارات متحده عرب پنجمین مسابقات سالانه بین المللی پرتاب با پاراشوت برای کسب قهرمانی در دبی برگزار شد که ورزشکاران سراسر جهان مهارت‌های خود را به نمایش گذاشته بودند. ورزشکاران با تجربه چین با مهارت‌های زیاد که در کشور خود شهرت یافته بودند برنده این مسابقه گردیدند. اعضای این تیم هر کدام به طور معمول حدود 400 مرتبه این نوع پرش را تجربه نموده بود. هند محفل عروسی گروهی از مسلمانان و هندو مذهبان به هدف ترویج بردباری و تحمل به صورت دست جمعی در غرب گجرات هند برگزار شد. در این مراسم حدود 101 زوج شرکت ورزیده که بیشتر آنها را طبقه متوسط و فقیر تشکیل میداد. ملاها و راهبان مذهبی این مراسم را پیام‌آور عشق و برادری در میان هر دو جوامع و سراسر کشور عنوان نموده و عقد ارگ را با مراسم مذهبی خاص آن صورت گرفت.